دوستان سلام، صبحتون بخیر. امروز بریم یه منطقه جدید از جنگل‌های ایرکانی به اتفاق یکی از دوستان جنگلبان. شاد باشید دوستان. قرار بود یکی از عزیزان و دوستان جنگلبان با هم بیاد، ولی متاسفانه براش کار پیش اومد. اینکه من دارم تنها میرم، جای همه تون خالی. دوستان این حلبی که میبینی به تنه درخت چسبیده، این درخت درخت گردوه. این حلبا رو واسه جلوگیری از سنجاب ها و موش ها به سمت سرشاخه ها میزنن، که سنجاب ها وقتی از اینجا میخوان بیارن بالا سر میخورن میان پایین. چرا این کار میکنن؟ فستی که گردوها میرسن، سنجاب ها میرن گردوها رو میخورن. با این کار در حقیقت جلوگیری میکنن از به قول گفتنی رفتن سنجاب ها به سمت سرشاخه ها و گردوها. یا پلاستیک میزنن یا اینجوری حلب میزنن تا سرشاخه درخت ها از تیررس به قول گفتنی سنجاب ها در امان باشن. دوستان در ادامه مسیر منطقه سیامزگی در شهرستان شفت، اینجا بسیار زیبا و چشم‌نوازه. از یکی از اهالی اینجا مسیر پیمایشی رو انتخاب کردم با کمکش و راهنماییش، و دارم میرم یک پیمایش کوچیک داشته باشم. جای همه تون خالی. من واقعا موندم این درخت ممرض رو چرا باید یه آدم اینجوری بزنه، خب بعد بیاد آثار جرمش رو یه جوری مخدوش کنه که دیده نشه. شما بیا پایین نگاه کنید، این درخت نگاه کنید، تازه بریده است، مشخصه که تازه بریدنش و اومد خزه ها رو گذاشته اینجا که این دیده نشه. آخه درخت ممرض، من نمیدونم این درخت خب حداقل 100 سال، 80 90 100 سال سنی درخت. نگاه کنید اینا رو گذاشتن روش، خزان مشخص تازه بریده است. خب این چه ایرادی داشت که توی این منظره زیبا یه درخت تنومندم باشه؟ واقعا من موندم. قدر این میراث رو بدونید دوستان. تنهای بریده درخت رو ببینید، نگاه کنید. این بلایه که ما سر جنگل های هیرکانی در میاریم. اینا رو میبرن اینجوری مخفی میکنن. یواش نگاه کنید، تنها رو نگاه کنید، اینجا هم یکی هست، نگاه کنید. و متاسفانه اینا رو میبرن اینجوری قاچاق میکنن. واقعا جای تاسف داره که ما چه بلایی داریم سر خودمون میاریم. دوستان سری قبل، برنامه قبل به شما گفتم برای آتش روشن کردن یا روی تخت سنگ ها، یه همچین تخت سنگی پیدا کرد آتش روشن کرد در کنار رودخونه. یه جای دیگه میشه آتش روشن کرد، در حاشیه رودخونه هاست، در حاشیه جویبار هاست، مثل همچین جایی. اینجا هم میشه آتش روشن کرد و به طبیعت آسیب نزد، یا اینکه در حد اقل آسیب باشه. چرا؟ این نقاط نقاطیه که آب جریان داره در اثر طغیان رودخونه ها و پوشش گیاهی این منطقه سبز نمیشه. و یه نکته هم باید در نظر داشته باشید، در هنگام آتش روشن کردن در همچه شرایطی به شرایط جوی حتما آگاه باشید که بالادست وقتی بارون نیاد و تو مسیر سیل قرار نگیرید. شاد باشید دوستان. جای همتون خالی. واقعا برم از سرچشمه زیر آبشار آب بگیرم و بیام اینجا
چایی بذارم. سفرهای یک نفره هم لذت بخشه و خودم هم نمیدونستم کجا میخوام برم. یه مسیر رودخونه اومدم بالا و رسیدم به همچین جایی و میشی گفت بسیار لذت بخش و دلنشین. خب بریم یه آب بیاریم برای چایی. از همین جریان استفاده میکنیم و جای همتون خالی. این سفرم در حال پایانه و دارم برمیگردم. از این منظره زیبا هم باید خداحافظی کرد. لطفاً با سابسکرایب و لایک از ما حمایت کنید تا ما هم بتونیم برنامه‌های خوبی رو برای شما تهیه کنیم، تولید محتوای ارزشمندی رو تهیه کنیم. شاد و سلامت باشید. یالو رفتم بالا، رفتم بالا، رفتم بالا، رفتم بالا، اون بالا 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 تا اون زیر ابرها بودم. از این مسیر دوباره رود دره برگشتم پایین.